در جلسه 12 در خدمتتون هستیم و آخرین بهانه. بعضی ها زدن من خونم خیلی کوچیکه، جایی اصلا ندارم ورزش کنم و خیلی دلم میخواد ولی فضاشو ندارم. میخواستم بهتون بگم لابلای میز و مبل هم میشه ورزش کرد. مت ندارم. اتس اوکی. فرش هست. فرش نیست، موکت هست. نیست، یه ملافه بندازید، پتو بندازید. اینها بهانه های کوچیکه، نه تنها برای یوگا که برای خیلی از کارهامون ما بهانه میسازیم. چرا؟ چون به دنبال این هستیم که انجامش ندیم. امروز تصمیم گرفتم که این لابلای مبل ها واسم براتون ورزش کنم، یوگا کنیم با هم بدون مت و بهتون بگم که واقعا لازم نیست هیچ کدوم از اینها. و عذرخواهی میکنم از اینکه جلسه آخر یه کوچولو دیر شد به خاطر این بوتاکسی که زده بودم. حالا بریم سراغ تمرین جلسه آخر. دلم براتون تنگ نمیشه ولی برای این ترم تنگ میشه، چون ما همچنان با هم دیگه ادامه خواهیم داد، در کنار هم خواهیم بود، برنامه های بهتر و سعی میکنم مفیدتری رو براتون تهیه کنم. این ترم هم مثل گذر عمر داره تموم میشه و بهتره که لحظه لحظه قدرش رو بدونیم. سوال کرده بودید آیا پاک میکنم از روی پیج؟ نه، چرا پاک کنم؟ هدیه‌ای که داده شده رو که هیچ وقت آدم پس نمیگیره و این هدیه به شما داده شده در حد بضاعتم و امیدوارم که دوست داشته باشید. این ویدیوها رو هم در کانال تلگرام، هم در آی جی تی وی در اینستاگرام، هم در کانال یوتیوب همیشه 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 هست تا تمرین کنید. زمانی پاک میشه که از این بهتر براتون تهیه کرده باشم و احساس کنم که اینا دیگه در حد پیج نیست و یا مثلا شاید 100 سال بعد این اتفاق بیفته، ولی همیشه هست و هدیه‌ای هست که به شما داده شده. امیدوارم که دوست داشته باشید و براتون مفید باشه. بریم برای جلسه آخر وارم اپ. در یک وضعیت راحت بایستیم. دقیقا همونطور که قبلا گفتم میتونید پاها رو به هم بچسبونید یا از هم فاصله بدید. شبیه امین حیایی گفتیم وانستیم. عضلات شکم اکتیو. دیگه فکر کنم بعد از 12 جلسه توضیح اینا همه براتون دیگه کاملا تعریف شده باشه که اکتیو نگه داشتن شکم، عضلات زیر شکم رو ما منقبض میکنیم. سر و گردن آرومه، شونه ها رول میشه به سمت عقب، کف دست ها به سمت روبرو هست، به یک نقطه خیره میشم و نفس هام رو نگاه میکنم. در این ترم هم تو که گفتم تنفس خاصی در یوگا درس ندادم، فقط به تنفس عادیتون آگاه هستید. اسامی حرکات رو عمدن خیلی هاشو نگفتم به خاطر اینکه میخوام گیج نشید و هدف این ترم این بوده که شما مخصوصا کسایی که با یوگا قهرن، با یوگا آشتی کنن، کسایی که اصلا نمیدونن یوگا چیه بیان و انجام بدن، تجربهش کنن و بچه هایی هم که پیشرفته هستن چند تا فلوی جدید یاد بگیرن و بتونن انجامش بدن. پس به نفسمون آگاه هستیم، دم و بازدم های آگاهانه. باز هم تأکید میکنم اگر کلمه آگاهی براتون عجیب و غریبه، هایلایت چالش آگاهی رو نگاه کنید، 6 جلسه تمرین و با این کلمه دوست بشید. میریم آگاه میشیم به نفس هامون، دم ها و بازدم هامون. صدایی که میشنوید صدای سیسی خانومه که داره با عروسکاش بازی میکنه. اگر قرار باشه اتفاقهای اطرافم آگاهی من رو راحت پرت کنه، حواس من رو پرت کنه و من سخت برگردم به آگاهی، من یعنی نیاز به تمرین بیشتر دارم. ما در زندگی روزمره در عالم عادی همه چیز مهیا برای آرامش نیست. این ما هستیم که با تمرین بر آگاهی، تمرین بر دم و بازدم هامون، در شرایط سخت، شلوغ، سر صدا و عصبی، همه چی بتونیم آرامشمون رو تحت کنترلمون داشته باشیم. برای وارم اپ اول چونه رو به چشمو باز کن، چونه رو به قفسه سینه‌ت نزدیک کن به اندازه توانید. مشکل گردن داری زیاد خم نکن. بعد دستاتو شل کن مثل عروسکای خیمه شب بازی و سعی کن بدنت رو رول کنی، رول کنی، رول کنی به اندازه که توانت هست. رول کنی، رول کنی، دستا همچنان عروسک خیمه شب بازی میره پایین و در حین رول شدن به سمت پایین ما بازدم انجام میدیم.
برو پایین در حد توانت. بعد با دم همین رو رول کن، 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 بیا بالا و سر و گردن بالا. دوباره میریم، باز دم، رول میکنم خودم و عروسک های خیمه شب بازی رو تو ذهنتون بیارید. بریم آروم پایین، 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 هر چقدر میتونی رول تو قشنگ بپیچ قشنگ بدن و بازدم. انگار این دفعه یکم بیشتر میریم، با دم رول 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 رول، شونه عقب و تداسانه. بار آخر بازدم رول 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 رول. سیسی خانم میخوای بیای پیش مامان؟ رول 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 میمونم، با دم با میان بالا 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 و مکس. با دم زانوم رو خم میکنم، میشینم روی صندلی، دست ها رو میبرم بالا در راستای شونه، کف دست ها رو به روی هم، زانو دردی کمتر خم شد، شکم منقبه. با بازدم برمیگردم، با دم با بازدم برمیگردم. تکرار، دم بازدم، بار آخر دم با بازدم. دست رو میذارم روی بلاک یا روی زمین و پشتم رو صاف میکنم. حالا اگر این صافی پشت برات سخته، تون دست رو بذاری روی ساق پا، یکی بالشتی، نمیدونم هر چیزی زیر دستت بذاری که دستت رو روش نگه داری. اگه دست به زمین میرسه که چه بهتر، پشت صافه، وزنم رو عقب ننداختم، روی پنجه و پاشنه یک سانه. خیلی آروم اینجا من میام و پای چپم رو در راستای باسن میبرم بالا، یعنی این شکلیش نمی کنم. و وزنم رو روی پای راست و دوتا دستام انداختم. خیلی آروم میام و سر و گردنم رو نزدیک میکنم به پای راستم، با دستام قدم میزنم نزدیک پای راست، پای چپ رو میکشم بالا تا حد توان. با دم دست ها میاد جلو. یادتونه میگفتم در حرکت downward facing dog زانو خم هیپ باز؟ الان اینجا همین کار رو میکنیم، زانو رو خم میکنم، هیپم رو باز میکنم، سعی میکنم اینجا پا رو قشنگ میبرم زانو رو بالا تا حد توانم. بعد زانو رو میارم توی شکم، پای دیگه صافه. بعد میبرم پهلو و اینجا دایره میزنم. خیلی آروم. بعد زانوی راست رو خم میکنم. دست ها میاد نزدیک پا. آروم زانوی چپ رو میارم توی شکم. عضلات شکم رو منقبض میکنم. با دم پا رو صاف میکنم و به رو برو نگاه میکنم. یه بار دیگه، باز دم، زانوی راست خم، زانوی چپ میاد توی شکم. با دم پای راست میره عقب و نوک انگشت ها روی زمین. این حرکت حرکت لانچه، یعنی لازم نیست پاشنه پای عقب روی زمین باشه. در اینجا یه دم میگیرم، سر و گردن رو میارم بالا. بازدم، دست ها از زمین جدا میشه، سر بین بازوها، شکم منقبضه. با دم میرم برای پرانا مودرا، آروم دستامو 90 درجه خم میکنم، قفسه سینمو باز میکنم. بعد میپیچم به سمت پنجه پا رو به رو، دست ها میاد جلوی قفسه سینه. حرکت بعد برای اون بچه‌ها که میخوان 180 بزنن مفیده. آروم میرم هر چقدر در حد توانمه، سمت چپ چپ چپ. اینو قبلا هم داشتیم درسته؟ پای راستم کاملا کشیده، مکس میکنم،
بعد میپیچم سمت دیگه، خیلی خوب، و دست راست زانوی، وقتی که میپیچم این زانو همچنان خمه، خیلی خوب، دست راست میاد پایین، دست چپ میره بالا و مکس. پس اینو میخوام شما داشته باشید. اوپس. توی این وضعیت مکس میکنم، نفس میکشم، دم و بازدم. دست چپم رو، خیلی خوب، میذارم روبروی پای چپم و پای راست رو از زمین جدا میکنم. دست راستم رو میبرم بالا و سعی میکنم به زمین یا به سقف نگاه کنم. نفس میکشم، دم و بازدم. پای راستم رو برمیگردونم عقب، با دستم قدم میزنم، میام بین دوتا پاهام و سر و گردن رو آروم خم میکنم. در این وضعیت مکس میکنم، نفس های عمیق، بعد دست رو میچرخونم، میبرم توی پا، پنجه رو میچرخونم به سمت عقب، دست بین دوتا پا و سعی میکنم که اگر حالا لازمه زیر دستتون چیزی بذارید، آرنج ها رو خم کنم. یه کشش خوب روی ساعده، سر و گردن میره پایین، نفس میکشم، آروم قدم میزنم، میام به سمت پای راستم، دست ها روی زمین هست، میرم روی پنجه پای چپ، پای راست رو میبرم کنارش و در وضعیت پلانک یا چهار دست و پا قرار میگیرم. هر کدوم راحتید. با بازدم آرنجا رو خم میکنم، قفسه سینه نزدیک زمین، با دم سر و گردم بالا، با بازدم میرم توی حرکت داونورد فیسینگ داگ و مکس میکنم. توی این وضعیت مکس میکنم، نفس میکشم، سعی میکنم به بدنم آگاه باشم. عجله در کار نیست، زندگی عادی به اندازه کافی سرعت داره. ما در یوگا میخوایم یکم از سرعت این زندگی کم کنیم. بریم روی پنجه، زانو خم، میپرم یا قدم میزنم بین دوتا دستم، سر و گردن پایین رها، بازدم، با دم رول میکنم، میام بالا و دست جلوی قفسه سینه. یه بار دیگه با هم دیگه. خوبی سیسی؟ میریم سمت دیگه. آروم دم میشینم روی چرم، بازدم، سر گردن پایین، بزنو میندازم روی پای چپ، دست ها جلوی صورت، پای راست رو میبرم بالا، در یک راستا با باسن روبرو رو نگاه میکنم، آروم زانو رو خم میکنم و باز میکنم مفصل لگن و ران رو. شروع میکنم به زدن دایره. ازم پرسیده بودید آیا ما سرد کننده گرم کننده انجام بدیم؟ نه، این پیج، این سری تمرینات همه رو با هم داره. دم، سر و گردن بالا، پاسا، بازدم، زانوی چپ خم، زانوی راست میاد توی شکم، شکم منقبض، دم روبرو، بازدم منقبض، یه بار دیگه دم، بازدم منقبض. با دست قدم میزنم کنار پا، پا رو میبرم عقب، جایزه مگه نمیخوای؟ سر و گردن بالا، دم، بازدم، دست جلو، مکس میکنم. سعی میکنم توی این وضعیت کاملا بدنم رو حفظ کنم. وقتی میام بالا کاملا میچرخم، میرم سمت راست و جلوی قفسه سینه، مکسم رو انجام میدم، میپیچم به سمت عقب، زانوی عقبی خمه، دست کنار پا، دست دیگر رو میبرم بالا،
کشش، نفس، با خیلی آروم میرم به سمت جلو، دست راست رو میذارم جلوی پای راست و پای چپ رو بلند میکنم و در وضعیت هفتمون مکس میکنم. نفس میکشم، پا رو میبرم عقب، با دست ها قدم میزنم بین پاها، سر و گردن پایین، پنجه رو میچرخونم به سمت عقب، دست بین پاهاست و آرنج ها رو خم میکنم. اگر لازمه زیر دستتون چیزی بذارید. با دم آ آ آ آ آ آ میام اینجا، میرم توی پلانک چادرانگا، upward facing dog down, balls down, downward facing dog. که البته من کبرا رفتم چون زانوهام روی زمین بود. Balls down, max. میرم روی پنجه، نگاه میکنم به رو به رو، زانو خم، قدم یا جاب. Half way up, balls down. سر و گردن پایین، دم رول میکنم، باز دم جلوی قفسه. خب میخوام این فلو رو یه بار دیگه با هم بریم، ولی این بار من از اون ور انجام میدم که شما بهتر حرکت رو ببینید. خیلی خب، قسمت هفتمون که بهتون گفتم چون پشتم میشه بهتون و من هنوز دو تا دوربین ندارم از دو طرف براتون بگیرم، انشاءالله برای جلسات بعد میگیرم، این هست. وقتی پا جلوه، دست جلوه، در این وضعیت من الان نمیخواد انجام بدید، فقط نگاه کنید و سعی کنم این هیپ بره بالای اون و باز کنم. خیلی خوب، پنجه پا میتونه کشیده باشه یا اصلا رها باشه. ما هدفمون اینه که اینجا فقط باز کنیم بدن رو و در حال تعادل هستیم. خیلی خوب، بریم برای یه بار دیگه انجام دادم. فکر کنم همینجا خوب باشه. بریم دم، بشینیم روی صندلیمون، باز دم، بیام پایین، دم، سر و گردن بالا، پای چپ میاد بالا، نری اون تو شلوپ شلوپ کنی ها، نگاه بالا، خوب آفرین. بازدم، میارم اینو جلو، میبرم توی شکم منقبض، دم روبرو، با اون شلوپ شلوپ و باسیسی بودم، بازدم، دم، پارو میبرم عقب، سر و گردن بالا، بازدم، دم، میرم سمت ساید لنج، بازدم، میرم برای پیچ، دم، میرم هفتمون، نفس میکشم، بازدم، میام سقوط پایین بین دست ها و پیچ، یعنی پیچ توی مچ دست، دم، میرم توی پلانک، بازدم، چادرواند، دم، upward facing dog، باز دم، downward facing dog. اینجا چند نفس مکس، میرم روی پنجه، دم، باز دم، پای راست، پای چپ، رو به رو، باز دم جلو، دم بالا، باز دم جلوی قفس سینه، دم، باز دم، دم، پای راست بالا، نگاه رو به رو، بعد پا رو باز میکنم، بعد زانو خم، هیپ باز، باز دم، زانو میاد توی شکم، دم رو به رو، باز دم توی شکم، دم، پا پشت، دست زمین، قفسه سینه باز، باز دم، دم، باز دم، میرم توی تویست،
دم هفتمون، نفس میکشم، باز دم، میرم بین پاها، سر و گردن خم، دم میرم توی پلانک، باز دم چاتورانگا، upward facing dog، downward facing dog، ماکس. نفس های عمیق، میرم روی پنجه، زانو خم، جامپ اور واک، هفه وی اپ، دم، باز دم، سر گردن پایین، دم بالا، باز دم، جلوی قفسه سینه. خیلی خوب، یک بار دیگه با هم دیگه این فلو رو میریم و بعد آماده میشیم برای سرد کردن بدن. اگر خواستید یه بار میتونید پاز بزنید، با چش بسته خودتون برید. خیلی خوب، آماده، دم، باز دم، دم، پای چپ بالا و مفصل ران باز، باز دم، زانو توی شکم، دم رو به رو، باز دم، دم، پا پشت، سر گردن بالا، باز دم، شکم منقبض، دم، ساید لنج، باز دم، تویست، دم، هفتمون، باز دم، سر بین دوتا پا، چرخش موج، دم، پلانک، باز دم، چاتورانگا، دم، آپورد فیسینگ دا، باز دم، داونورد فیسینگ دا، دم روی پنجه ها، باز دم، جامپ اور واک، باز دم، سر پایین، دم، بالا، باز دم، دست جلوی قفسه سینه، دم، بشین روی صندلیت، باز دم، پای، دم، پای راست بالا، باز کن هیپتو، باز دم، تپ، دم، باز دم، دم، پا زمین، سر و گردن بالا، باز دم، سر بین دو تا دست، دم، ساید لانج، باز دم، تو، دم، هفتمون، باز دم، دای و سر و گردن، دم، پانک، باز دم، دم، اپورد فیسینگ داگ، باز دم، داونورد فیسینگ داگ، شست پاها به هم چسبیده، زانو باز، چایلد پوز و رست. بیا نازت کنم، بیا به جای نق زدم، بیا نازت کنم، بیا مامان جون، نفس بکشیم، نفس های عمیق، برو روی چهار دست و پا، یه بوس بده به مامان، آروم، گود گرل، مگه جایزه نمیخوای؟ بشین، به جایزه بدم، بشین. با دست میریم سمت چپ، دست رو از بدن دور میکنیم، باسن رو میبرم عقب مثل حرکت چایلد پوز، زانو تو یکم باز کن، اجازه بده این کشش در بدنت بمونه، نفس عمیق، بیا جلو، برگرد تو چهار دست و پا، دست رو ببر سمت دیگه، دور کن، بعد باسن رو بکش پایین و سر و گردن رو رها کن. نفس های عمیق، آدم وقتی میره پایین نگاه میکنه بعد کجا رو جارو بزنه، نه، نفس، نفس های عمیق، بیا وسط، در این وضعیت مکس کن، باسن رو روی زانود نگه دار، با دستات قدم بزن جلو 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 و
بعد سر و گردن و قفسه سینه رو ببر نزدیک زمین و رها کن. نفس بکش. کششی که توی دستات هست رو دقت کن. دم و بازدم. رو به رو نگاه کن. با دستت قدم بزن عقب. و آماده شواسانه باش. به پشت دراز بکش. قبل از اینکه ویدیو رو پاس کنی و بری موزیکی که برای توی کانال میذارم و برای خودت بذاری و شواسانه کنی، به پشت که دراز کشیدی پاهاتو توی شکمت بغل کن، یکم چپ و راست کن، بعد آروم پاها رو جلو دراز کن و در شاواسانا دراز بکش. شاواسانا رو یه بار بهتون نشون میدم که این وضعیتی هست که ما دراز کشیدیم. خیلی خوب، به رسم ادب من میشینم که صحبت پایانی رو با شما داشته باشم. شما چشماتو ببند قبل از اینکه موزیک رو بذاری. خیلی خوشحالم از اینکه در این مسیر همراه هم بود. لطفاً فکر نکنید که خیلی دیره، خیلی زوده. برای هیچ کاری ساعت 3:30 بعد از ظهر نیست. من همیشه فکر می‌کردم برای خیلی از کارها 3:30 بعد از ظهر خیلی دیره برای خیلی از کارها و خیلی زوده برای انجام بعضی از کارها. تا اینکه فهمیدم بهترین زمان وجود نداره. حتی 3:30 بعد از ظهر میشه هر اون کارهایی که فکر می‌کنی براش دیره رو انجام بدی و همون کارهایی که فکر می‌کنی براش زوده رو انجام بدی. هیچ وقت توی ساعت 3:30 بعد از ظهر زندگیتون گیر نیافتید. این یک تریک ذهنیه، یک حقه ذهنیه. برای هیچ کاری نه دیر نه زوده. دقیقا وقتی به ذهن تو خطور میکنه که باید یک کاری رو انجام بدی، اون زمان بهترین زمانه. فرق نمیکنه که تو چه سن و سالی داری، در چه شرایط خانوادگی و جامعه هستی. من هم از دل همون جامعه ای اومدم که شما اومدید. من همه اون سختی ها رو کشیدم، همه محدودیت ها رو داشتم، الان هم خیلی محدودیت ها دارم. هیچ وقت ظاهر زندگی آدم ها رو با باطن زندگی خودمون مقایسه نکنیم. هیچ کدوممون از داستان زندگی هم خبر نداریم. اگر حرفی رو میزنم همیشه سعی میکنم بلند بلند با خودم فکر کنم، چون میدونم که خودم بیشتر از هر کسی نیاز دارم بشنوم. هر شرایطی هستیم، اگر رؤیایی به ذهن ما خطور میکنه، یعنی کائنات قدرت این رو در ما دیده که به اون رؤیا دست پیدا کنیم. چون امکان نداره چیزی به ذهنمون خطور کنه و نتونیم اجراش کنیم. هر کاری هزینه و بهایی داره. اگر آدم‌های دیگه دارن رؤیای من رو زندگی می‌کنن، هزینه‌اش رو پرداختن. من از دور نمیتونم بگم که نه چه هزینه‌ای، نمیدونم مامانش پولدار بوده، باباش پولدار بوده، خارج از کشور بوده، اینجوری بوده. نه نه. من تو عمق زندگیش نیستم. حتما هزینه هر کسی، هر جای دنیا اگر داره رؤیای من رو زندگی می‌کنه، مقصر منم که الان اون رؤیا رو ندارم. بیاین از همین الان به جای اینکه بشینیم از دور با حسرت رؤیامون رو در زندگی دیگران ببینیم، رؤیامون رو خودمون زندگی کنیم. هزینه‌اش رو اگر واقعا برامون ارزش داره بپردازیم و مسئولیت اون اتفاقهایی که قراره بیفته رو به عهده بگیریم. اگر من یک جمله خیلی جالب بود، میگفت اگر که من فقیر به دنیا میام مقصر نیستم، اگر من غیر منعطف به دنیا میام مقصر نیستم، اگر که من نمیدونم هر وضعیتی به دنیا اومدنم مقصر نبودم، اما اگر روزی که دور از جونتون بعد از 120 سال بخوام بمیریم ها، و من همچنان همون آدم باشم، اونجا دیگه مقصر منم. من اگر هر محدودیت بدنی، اجتماعی، اقتصادی، هر چیزی، اگر با اون به دنیا اومدم مقصر نیستم، ولی میتونم تغییر کنم، میتونم به رویاهام برسم، میتونم براتون مثالهای زیادی بزنم از آدمهایی که از شرایط من و شما سخت‌تر بودن. پس بیاییم به جای بهانه ساختن
نق زدن دست به کار بشیم. هیچ وقت دیر نیست برای شروع. یک دنیا دوستتون دارم مثل همین ترم. خیلی ها فکر میکردن نمیتونن ولی انجام دادن و شد. مرسی که همراه هم بودید. یک دنیا دوستتون دارم. در قلب من هستین. آماده باشین. بعد از این ترم براتون خبرهای خوب دارم. جلسات خوب. و برید آهنگ توی کانالتون رو روشن کنید. ممنون از اینکه این ویدیو رو لایک میکنید. شیر میکنید. و با دوستاتون به اشتراک میذارید. چون باعث میشه افراد بیشتری ببینن. و در خیر و برکت این تقسیم عشق شما هم سهم خواهید. مرسی که در کنارم هستید. نماسته.